ببینم که کی تا اینجا دیده. بله با یه بیتی متفاوت شروع میکنیم و سیلام رفقا چطوری؟ عالی. سینای منی هستم و امروز خیلی خوش اومدیم قسمت 11 آموزش از صفر فتوشاپ. این برق و باد داریم پیش میریم و یاد میگیریم. اونایی که عقب موندن دیگه کارشون تمومه. قبل از اینکه بخوام برم سراغ فتوشاپ و این اینترو رو نمیخوام خیلی طولانی کنم، بگم که لایک یادتون نره، سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین. آقا کامنت میخوره، صد خورده ای که دمتون گرم، واقعا دمتون گرم که کامنت میذارین، انرژی میگیرم. لایک میخوره 10 تا 20 تا 30 مون. لایک کنید، لایک مون، لایک کنید، لایک. آقا امروز اومدیم در مورد یه سری چیزها صحبت کنیم که ارتباط پیدا میکنه به فوتو مونتاژ. شاید مباحثی مثل اسکیو، مثل فلیپ، مثل پرسپکتیو و از طرفی شاید تنظیم رنگ و نور. حالا داستان که اینجا پیش میره چیه؟ یه رفیقی داریم به شدت خالی بند. یادتونه جلسه پیش اقدسی بود، یک اعظمی بود، منیژه بود، ببخشید، عکس میخواستم بفرستم برای الان اون یکی شهروز میگه عکس خونم رو میخوام بفرستم. میگیم که خب شهروز جان تو که خونه نداری. داداش میگه که چرا دیگه. میگم داداش من میشناسم تو، اتاق خوابم نداری حتی برای خودت، با داداشت مشترک اتاق خواب، چیجون میخوای خونه بفرستی؟ عکسش رو پیدا کردم. خب میگه من گفتم یه حیوان خونگی هم دارم. گفتم خب بیزمت یه حیوان خونگی رو با فتوشاپ بذار اینجا. ببین خیلی کار اشتباهی ها، ما داریم تو مسائلات خانوادگی اونا دخالت میکنیم، ولی خب به هر حال فتوشاپ شما یاد بگیرین، از این داستانا خیلی دارین دیگه. آقا سند تو بیار من تغییر بدم، چه میدونم شناسنامه رو میخوای تغییر بدی، کارت ملی رو میخوای تغییر، کلا اصلا یارو فتوشاپ یاد میگیره انگار جلسات یاد گرفته. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. حیوان خونگی تو عکسشو میشه بدی؟ گو آره. اینا گفتم این که یوز پلنگ یزید، این اصلا نمیتونی نگهش داری، تیکه تیکت میکنی. میگه نه دیگه من گفتم اینو از بچگی نگه داشتم. شهروز خیلی خالی بنده، با شهروزا زیاد رفاقت نکنین. خب این یوز پلنگو دوربری شده از قبل میکشیم میاریم اینجا، یه سری ایرور میدیم یا رنگ منگش با ما اوکی نیست که اصلا وارد این قضیه نشه، خودتون درگیر این قضايا نکنیم، ما باید بریم جلوتر کارمونو انجام بدیم. خب یوز پلنگو آوردیم، میگیم شهروز بزرگ تو خونه. میگه نه دیگه دستش کوچیکش کن دیگه، خب اینکه بزرگه عکس بزرگه، وگرنه که بر خونه بزرگ نیست. میگم آها فیل که نیست، چیتاه، یوز پلنگه. خب کوچیکش میکنیم، میخوایم بذاریمش کجا؟ میگه یه جا بذاریم توی تو چش باشه. خب اصلا طرف ببینه متوجه شی که من یوز پلنگ دارم تو خونه. میگم که خب همین اول کار میذارمش همینجا اینجوری، فقط زایه نیست چهر روز این وسط حال وایستاده پشتشو داره نگاه میکنم. این نه دیگه، خلاصه یوز پلنگ دیگه، شاید یه وقت بخواد دلش بخواد پشتو نگاه کنه. ما که یوز پلنگ نبودیم نمیدونیم چجوری. میگم که خب باشه دیگه، اگه میدونی که همینطوری میذارمش دیگه باشه. میگه آره دیگه اینو بذار همینجا، اینم این بالا تیکر رو بزن اپلای کن. میگم خب اوکی. میگه ببین دیگه ما بقیش دست خودت، دیگه طبیعیش میخوای بکنی دست خودت. میگم آها اینجاست که ما با مباحث جدیدی آشنا میشیم. ببینید ما آوردیم این چیتاه رو اینجا گذاشتیم، درسته؟ بله. خب نگاه کنید اینجا جای مناسبی نیست به نظر من. برای اینکه ما بخوایم طبیعی ترش کنیم، میایم پشت این مبل میذاریمش این شکلی، یه خورده کوچیکترش کنیم که طبیعی تر باشه. آه. اینجا پشت مبل میذاریمش. خب سینا چجوری ببریمش پشت مبل؟ آها اینجا یه خورده میخوام با ماسک بازی کنیم. نگاه کنید اینجا چیتا رو گذاشتیم، خب یه ماسک ایجاد میکنیم، درسته؟ یه مقداری اوپاسیتی لایمون رو میاریم پایین که ببینیم این زیر چه اتفاقی افتاده. ببینید تا اینجا این مبل هست، ما برای اینکه نشون بدیم این یوز پلنگ ما
پشت مبله چیکار باید بکنیم؟ باید مبل رو نشون بدیم، در واقع یوز پلنگ دیده نشه دیگه، درسته؟ خب کاربرد ماسک چی بود؟ اون قسمت ها رو میگرفت پنهون میکرد. هو چه جالب. خب چیکار باید بکنیم؟ الان کافیه که یه خورده اوپاسیتی رو زیاد میکنم که چیتا رو ببینم کجاست. خب یه دونه براش برمیدارم، رنگش رو مشکی میکنم و قسمت های اضافی رو ماسک میکنم. اولا ماسک مشکی، براش مشکی میزنم و حذفش میکنم. به این صورت هر چقدر قاعدتا طبیعی تر این قسمت ها رو حذف کنیم بهتر در میاد. یه نکته هم بهتون بگم که کمکتون کنه توی سرعت عملتون. اینجا میبینین مشکی سفیده، کافی که دکمه X رو بزنید. می‌بینین رنگش جابجا میشه. زمانی که دارین با ماسک کار میکنین، هر وقت اینطوری مثلا دارین کار میکنین، هر زدی مثلا اونجا یه دونه سفیدش میکنین، برمیگردونین به همین راحتی. خب دوباره این قسمت‌ها رو پاک میکنیم، رنگش رو زیاد کنیم ببینیم چیکار کردیم. به این صورت. اوه چه جالب. آره رفت پشت. خب اینجا این قسمت می‌بینم میز هم اومده، پس این میز هم دوباره باید بیاریم. پس دوباره این چیتار رو، این قسمتش رو پاک میکنیم به این صورت و دوباره پررنگش میکنیم و چه جالب. آره رفت پوش. الان دیگه خیلی طبیعی شد. نه اونقدر هم طبیعی نشد. میدونی چرا؟ نه خیلی. یه خورده بیا با چشم خریدار به این قضیه نگاه کن. چشم خریدار یعنی چیه؟ ببین نگاه کن، اینجا این سبزه ها رو میبینی، این پشت این شیشه است، اونقدر پررنگ نیست. یا مثلا حتی همین نارنجی که کف این میز هست، اندازه این پلنگ ما پررنگ نیست. پلنگ منو چنگ میزنی؟ پررنگ نیست. خب باید اینو کم رنگ کنیم دیگه. آره خب چه چیزی غلظت رنگی رو کم میکرد؟ سینا جلسات خیلی قبل که میخوریم به پیچ و مورو گفته بودی سچوریشن. آفرین. پس باید سچوریشن و یوز پلنگمون رو کم کنیم. آره خب من اینجا گفتم که ادجستمنت هامون این بالا هست، درسته؟ بله گفتی درسته. ولی از اون طرف یادتون گفتم که ادجستمنت ها این پایین هم هست. آره خب ببین حرفه‌ای ترینش یا بهترین حالتش در این شرایطی که ما داریم استفاده میکنیم اینه که از این ادجستمنت ها استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما اینجا میتونید لایه ایجاد کنید. یعنی یک لایه ادجستمنت دارم نکنید میبینید یه ادجستمنت هیو اند سچوریشن لایه ایجاد شده و میتونم استفاده کنم. خب باید سچوریشنش رو کم کنیم دیگه. آره کم میکنیم که یوز پلنگه درست بشه. خب سینا یه مشکلی پیش اومده. چی؟ ببین نگاه که من دارم سچوریشن یوز پلنگ رو درست میکنم و خب منطقه سچوریشن عکس هم داره تغییر میکنه. این سچوریشن داره رو کل عکس تاثیر میذاره، چیکار کنیم؟ اینجاست که شما با واژه به اسم کریت کلیپینگ ماسک آشنا میشین. راست کلیک میکنم، گزینه‌ای وجود داره به اسم Create Clipping Mask. Clipping Mask چی میگه؟ Clipping Mask میگه که آقا من لایه‌ای که من هستم، خب فقط و فقط میخوام روی لایه پایینی اعمال بشه، یعنی فقط روی لایه پایینی تأثیر بذاره. یعنی بقیه لایه ها رو کاری نداره، نه به هیچ عنوان کاری نداره. یه دونه راست کلیک میکنم و Create Clipping Mask رو میزنم. اگر صداهای ناهنجاری همی وسط میشنوید، اینا دوباره داره خونه سازی میکنه. آخه من نمیفهمم این چه وضعی که بر ما ساختین. الان یوز پلنگ رو میتونم رنگش رو تغییر بدم. نکته ای که وجود داره، بذارید یه دونه کپی ازش بیارم این بالا. دکمه Alt رو نگه میدارم، این شورتکات هم این وسط یاد بگیرید. دکمه Alt رو که نگه دارم روی لایه کلیک کنم بکشم بالا، یه دوپلیکیت خودش میگیره میاره بالا. اینم یکی دیگه از راههای دوپلیکیت گرفتن. نکنین الان اینجا ته نداره بخاطر اینکه ماسک داره. خب نکنید الان این Hue and Saturation هست لایه‌اش، ولی فقط و فقط روی این یوز پلنگی داره اعمال میشه. خب شما میگین که سینا خب تو گفته بودی اولویت لایه با لایه بالایی دیگه، خب تو الان گذاشتی اینو بالا، معلومه که رو پایین اعمال نمیشه. خب اینو من میکشم میارم پایین پایین، نکنیم باز هم تأثیری نذاشته. زمانی که دیلیتش میکنم، زمانی که یک اینطوری فلش اینجوری میاد و لایه پایینی اینجوری میشه، یک خطی میخوره زیرش، یعنی تمامی اتفاقات لایه بالایی تأثیرش رو شما در
جایی میبینید که لایه پایینی هست. خیلی شاید پیچیده گفتم، یعنی نگاه کنید، کنترل نگه دارم بزنم، کلیه اتفاقهایی که روی لایه بالایی قرار پیش بیاد روی همین محوطه پیش میاد، این محوطه‌ای که نقطه چین شده، روی بقیه محوطه‌ها کار نداره. به این میگن اصطلاحاً کلیپینگ ماسک شده و این اتفاق پیش میاد و اینجا دقیقاً کلیپینگ ماسک اینجوری به دردمون میخوره که به همین راحتی نگاه کنید رنگ این یوز پلنگ رو شبیه اون رنگ کردیم. خب سینا تا اینجا هم طبیعی کار کردی، خیلی هم خوب، خیلی هم قشنگ. اما اون چی شده؟ میگه که ببین این میزه یه دونه باستاب داره افتاده روی زمین. خب این چوبا همینجور، این کلاغه نیفتاده. چرا؟ چون که کلاغه روی میزه نیفتاده، اما با بقیه چیزا همه افتاده. خب این چیتای ما نباید باستاب داشته باشه. من بهت میگم آفرین، نه باریکلا به این ریزه گیری و ریزه بینیت که الان باید دقیقا همین کار رو انجام بدیم. نکته ای که خیلی مهمه توی فوتومونتاژ ها همیشه همین ریزبینی هاست، همین جزئیاته که خیلی کمک میکنه. خب یوز پلنگه رو یک کنترل جی میزنم که یک دابلیکیت ازش بگیرم. خب الان در واقع یه یوز پلنگ دیگه داریم زیرش به این صورت. کنترل زد میزنم بیاد عقب. درسته. خب ببینید ما اینو الان باید بیاریم این پایین بذاریم دیگه. میخوایم این پایین بذاریم، در واقع باستاب رو براش شبیه سازی کنیم. آره درسته. خب این سینا این چیز شد که چیه؟ این سرش خورده به پای اون، این که الان باستاب نیست. آفرین. خب الان باید چیکار کنیم؟ باید برعکس بشه. خب اینجا برای اینکه بخوایم یه سری تغییرات در لایه‌مون بدیم، در اندازه لایه‌مون بدیم، باید بیایم گزینه تحت عنوان فری ترانسفورم رو بزنیم. از قسمت ادیت اینجا گزینه فری ترانسفورم رو بزنیم، به این صورت در میاد این قسمت نوار بالایی میبینید تغییر میکنه، یا اینکه کنترل تی رو بزنید به این صورت بشه، یا اینکه نه روی ابزار موف هستین این شو ترانسفورم کنترلرز روشنه، این انکر پوینت ها که ما بهشون میگیم زیل بلک، یه دونه کلیک کنید دوباره تبدیل میکنتش به فری ترانسفورم. خب سینا این چیکار میکنه؟ این زمانی که به این صورت میشه شما راست کلیک کنید روی لایه یه مشت بهتون امکانات میده. خب سینا اگر این شکلی نباشه نمیده؟ نه میبینید که هیچی نمیده. سینا یه سوال، بله اینا که داره نشون میده چیه؟ اینا راست کلیک که شما میکنید همین لایه ها رو اینجا بهتون نشون میده، در زمانی که اوتو سلکت خاموشه شما میتونید کلیک کنید و لایه مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. مثلا بک‌گراند رو میزنم میکنید میبینید بک‌گراند انتخاب میشه، یا الان میزنم لیر کپی یک، یعنی کدوم اینه، کپی رو میزنم انتخاب میشه میبینید این هم یک رای دیگه انتخابه. خب سینا بله کلیک میکنید روی این لایه پایینی، خب اسمش رو تغییر میدیم میذاریم رفلکس که اشتباه نگیریم، لایه رفلکس رو یه کنترل تی میزنیم به حالت فری ترانسفورم در میاد. درسته. یه راست کلیک میکنم، اینجا گزینه‌ای وجود داره به اسم فلیپ. فلیپ یعنی چی؟ یعنی مثلا این ور رو داری نگاه میکنی یا برمیگردی این ور نگاه میکنی. یعنی نگاه کنید به صورت خیلی ساده، الان من این لایه بالایی و لایه پایینی خاموش میکنم، هم لایه بالایی کنترل تی میزنم، میخوام این چیتای به جای اینکه سرش اینور باشه بیاد اینور، راست کلیک میکنم فلیپ هوریزونتال رو میزنم و به صورت در واقع بر اساس این مبنا تغییرش میده. نگاه کنید اینجا اگر یک خط بیارم اینجا بذارم، خب دقیقا بر اساس این محوره، یعنی این وقتی من راست کلیک میکنم میزنم فلیپ هوریزونتال، یعنی آقا بر اساس این محور بیا برعکسش کن، این کله بیاد اینور، این نشیمنگاه بیاد اونور. دیگه نمیتونستم بهتر از این بگم دیگه. بله یا این رو میبرم اینجا، یه گزینه داره به اسم فلیپ ورتیکال، دقیقا همونه ولی روی یک محور دیگه، روی محور افقی میشه و اون روی محور عمودی بود. خب سینا اوکی اینو متوجه شدم، حالا این رفلکس رو روشن میکنیم، حالا فهمیدم باید چیکار کنیم. چیکار باید بکنیم؟ باید کنترل تی رو بزنیم. خب بیایم فلیپ ورتیکال رو بزنیم. آفرین. خب اما یه مشکلی پیش اومد سینا. چی؟ این فلیپ ورتیکال شد همینجا موند. آره راست میگی. خب من اینو میخوام بیاد اینجا این پایین.
خب همین شکلی بیاریمش یا راه دیگه ای هم هست؟ ببین ناکن، هم میتونی به این صورت بیاری، هم میتونی یک حرکت دیگه بزنی. چه حرکتی میتونم بزنم؟ ببین نگاه کن، ما وقتی که اینجا میاییم در واقع فری ترانسفورم رو فعال میکنیم، یک پین وجود داره که اینجا استیکش، این رو بزنم روشن کنم میبینید که به وجود میاد. این پین چیه؟ این پین میگه که آقا شما مبنای تصویرتون کجاست. یعنی چی سینا مبنای تصویر؟ ببین نگاه کن، بذار با یک مثال بهت نشون بدم. این کنترل رو میبینی؟ خب من این رو روی دیوار میذارم، درست؟ خب فکر کنین من این رو با انگشت، یک انگشت قرار نگه دارم، درسته؟ خب الان نمیدونم میفته توی کادر اینا. خب ببین اینو قرار نگه دارم، درسته؟ آره. الان مبنای این کنترل که مونده این انگشت اشاره منه. خب الان مبنا کجاست؟ وسطه. وقتی من میچرخونم این از این وسط میچرخه، درسته؟ آره. خب من الان این انگشتم میذارم اینجا. خب حالا بخوام بچرخونم از کجا جا به جا میشه؟ از این نوکه، از اونجایی که انگشتت بود. آها، یعنی چرخش بر اساس جاییه که مبنا خورده. اوه چه جالب. خب حالا این یعنی اینجا هست، من بچرخونم از وسط میچرخه. آره آره، این دقیقا این انگشته. یعنی شما فکر کنم مثلا انگشتتو میذاری اینجا روی مانیتور و میچرخه. خب حالا اینو میشه جا به جا کرد؟ بله. شما همین که روش کلیک کنی، مثلا میارمش این گوشه، میچرخونم. حالا ببینین چی جا به جا میشه یا میچرخه. او چه جالب. حالا همین بالا خود فتوشاپ به صورت شماتیک این چند نقطه رو به شما نشون میده. مثلا میگه آقا از این گوشه میخوای، کلیک میکنی خودش میره اون گوشه، جا به جا میکنه. یا مثلا آقا از این گوشه میخوای، آقا من نمیدونم وسط کجاست، شما کلیک میکنی این وسط خودش میاد، این وسط میمونه. چی جالب، چه حرکت خوبی. سینا این فقط توی همین زوایا میتونه بمونه؟ نه، شما اصلا این مبنا رو بکش با خودت ببر اینجا بذار. خب چه اتفاقی پیش میاد؟ بر اساس اون مبنا میچرخه، جا به جا میشه. هاو چه جالب، چه حرکت خوبی. خب حالا اینی که گفتی به چه دردمون میخوره اینجا؟ آها ببین، اون فیلیپ ها که این ورتیکال و هوریزونتال رو دیدی بر اساس همون بود. یعنی دقیقا تو فکر کن یک محوری دقیقا همین وسط وجود داره. او چه جالب، حالا متوجه شدم این به چه درد میخوره. خب الان پس این به ما چه کمکی میکنه؟ این رو من میزنم میارم این پایین. خب حالا راست کلیک میکنم، فیلیپ ورتیکال رو میزنم و به صورت منعکس میفته اینجا. جالب بود. خب سینا یک اتفاق خیلی ناهنجاری افتاد. چی؟ اینکه این دوتا پاهاشون به هم نرسید و دوباره باید اینجوری بکشیم بیاریم اینجا بذاریم. خب این به این دلیله که ما یه مقداری توی عکسمون پیکسل خالی داریم. میبینید اینجا این در واقع کادری که کشیده میشه دقیقا کادری که روی فایلمون کشیده میشه. اگر این اینجا چسبیده بود اون موقع درست در می اومد، اما اینجا چون ما یه سری فضای خالی داریم این اتفاق درست در نمیاد و ما بقیه شما مجبوریم به صورت دستی بیایم این شکلی تنظیمش کنیم. آها چه جالب، چه حرکت خفن و مشتی، خوشم اومد. خب سینا، بله الان ما اینو رفلکس دادیم، درست شد؟ تمام شد؟ نه. ببین نگاه کن، ما اینو که برگردوندیم، اگر دقت کنی سایه این میز که افتاده رو زمین یه خورده بزرگتر شده، یه خورده کش اومده. آره راست میگی. خب این ما چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ کنترل تی رو دوباره میزنم. کنترل تی رو زدم، اینجا یه سری زلم زیمبو میبینید وجود داره. از این بالا اولین گزینه رو میخوام بهتون توضیح بدم، گزینه‌ای به اسم اسکیل. اسکیل رو که شما بزنید، اسکیل به معنای اندازه است. یعنی آقا شما وقتی که این گزینه اسکیل رو زدین دیگه فرق نمیکنه کجای این عکس رو بگیرین، هر جا رو بگیرین اون کوچیک بزرگ میکنه براتون فقط عکسو. اندازه عکسو تغییر میده در واقع. دقیقاً. خب
یه گزینه دیگه داره به اسم روتیت. وقتی این رو میزنید دیگه قاعدتا روتیت رو خیلیاتون میشناسین. هر جایی عکس کلیک کنید فقط میچرخونه. یعنی کار دیگه ای انجام نمیده موستون. خب اینم اوکی، این اصلا معقول بود، متوجه شدیم. گزینه بعدی وجود داره به اسم اسکیو. اسکیو یعنی چی؟ ببین اسکیو میگه که روی کدوم پوینت کلیک کردی. میگم این. میگه خب ببرش راست. میگم بیا. میگه بفرما. من اینجا برات عمق تصویر رو تغییر میدم. یعنی چی عمق تصویر سینا؟ ببین نگاه کن، تو این خودکار رو الان از این فاصله نگاه کن، میبینی این قسمت خودکار برای تو بزرگتر از این قسمت خودکاره، درسته؟ خب اما در عمل بخوایم نگاه کنیم، خودکار یک اندازه است، هیچ قسمتی برای تو بزرگ نیست. یعنی یک خودکار یک سایز تو داری میبینی، اما وقتی من به این صورت نگه میدارم یک خودکار بزرگتر میبینی. امیدوارم توی کادر باشه الان. یک خودکار بزرگتر میبینی. خب این دلیلش چیه؟ الان اینو گفتی خیلی هم تاثیرگذار بود. اینجا با واژه‌ای به اسم پرسپکتیو آشنا میشیم، یعنی عمق عکس. خب سینا الان در واقع این اسکیو میگی پرسپکتیو؟ نه، اسکیو پرسپکتیو نیست. اسکیو یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و تاثیرگذار در پرسپکتیو باشه. خب این یعنی چی؟ ببین نگاه کن، من الان میخوام مثلا این زاویه رو یه خورده تغییرش بدم، یه خورده چپ و راستش ببرم. با اسکیو میتونم تغییر بدم، چپ و راست ببرم. در حالت عادی نمیشد؟ نه دیگه، در حالت عادی نمیشد. فری ترانسفورم نکن بزنم نمیشه. خب اینا هم گرفتم. اوکی بریم روی سراغ بعدی دیگه، دیستورت. دیستورت چی کار میکنه؟ دیستورت ببین نگاه کن، میاره داخل، میبره بیرون، چپ راست بالا پایین. خب سینه این فرقش با اسکیو چی شد؟ ما رو اسکول کرده فتوشاپ، بلکه دو تا گزینه گذاشته. نه الان دوباره اسکیو رو میزنم، ببینید اسکیو تو نمیاد. میبینید من موسم رو این ور میکشم، ولی اسکیو توی یک زاویه مشخصی چپ و راست و بالا و پایین میره. خب دیستورت رو یه بار دیگه بزن. دیستورت رو میزنم، نکنید همین صورت که بیام مایل همین صورت میاد. یعنی عملا من میتونم زاویه رو بچرخونم. یعنی چه کار میشه انجام داد مثلا با این سینا؟ مثلا فکر کن میخوام اینجا خب یه تصویر بندازم. چجوری؟ بفرما. الان یه عکس آوردم، مثلا این تیکر میخوایم چمنکاری کنیم. خب اینو من اینجا میذارم. خب الان میخوام این دوتا رو با هم دیگه تنظیم کنم دیگه، درسته؟ نکن این اینجوری مستطیل صافه، اما این یکی خورده عمق داره، اون تهش یه خورده کوچیک‌تره، جلوش بزرگتره. آره چیکار باید می‌کردیم؟ کنترل تی رو میزنم، ابزار فری ترانسفورم فعال میشه، میام اینجا اسکیو رو برمی‌دارم، این قسمت اینجوری تنظیمش میکنم، این قسمت رو میارم پایین. خب الان این بقیه رو چیکار کنم؟ با اسکیو میتونم درست کنم؟ بذار بیارمش پایین. بله این قسمت هم با اسکیو تونستم درست کنم. اوه چی جالب، الان نگاه کن اینجوری گذاشتم اینجا. چه حرکت خفن و باحالی. اما سینا یه خورده این نرم نیست کارش. خب میارم روی دیستورت، کاملا از هر طرفی که دوست داشتم جابجاش میکنم که دقیق تنظیمش کنم و اوکی رو میزنم. حالا نگاه کنید این قسمت چمن شد به همین راحتی. تونستیم ما این قسمت خونه رو خیلی بی خود و بی جهت چمن کنیم. کی میتونه به ما گیر بده؟ ما فتوشاپ دیگه یاد گرفتیم. خب دوباره برگردیم سر بحث خودمون که گم نشیم. دوباره میام کنترل تی رو میزنم، فعالش میکنم. قرار بود پرسپکتیو رو درست کنیم. اسکیو دیستورت رو توضیح دادم، حالا میرسیم به اصل قضیه، یعنی خود پرسپکتیو. آو پرسپکتیو. خب فعالش کردیم. سینا پرسپکتیو چه فرقی با اون دوتای قبلی داره؟ پرسپکتیو فرقش اینه که میگه ببین نگاه کن، تو الان این گوشه رو بگیری بکشی، خب اون گوشه رو من به صورت متقارن با تو تغییر میده میدم. میگه که کو؟ میگم اینا. نها کن، تو داری میره اونور، منم اونو میبرم اونور. ای چه جالب. آره الان پاره میشه این. پرسپکتیو اصلی اینه که خودش اون رو به صورت اتومات درست میکنه، اما اونها هم کمک کننده هم در ساختار پرسپکتیو. کلا پرسپکتیو یک گزینه نیست، یک مفهومه،
بیشتر باید باش آشنا بشین، که حالا اینجا در قالب یه سری گزینه ها هست که بهتون کمک میکنه توی اون قضیه. خب حالا من یه خورده اینجا پرسپکتیوش رو تغییر میدم، به این صورت بیشترش میکنم که درست بشه. خب اوکیه، حالا این قسمت سینا پاش جابجا شده، اینو چیکار کنیم؟ پرسپکتیوش رو کوچیک‌تر میکنیم، یه خوردم میاریمش بالا. اوکی، حالا تیک رو میزنم و اوکیش میکنم. خب اینم اوکیه، اما سینا یه چیزی چی؟ اینجا اگر دقت کنیم مبله ها، خب دوره ما روی ماسک میزنیم، روی ماسک میزنیم. برش مشکی رو برمیدارم، خب اپاسیدی رو کم میکنم و اینجا رو به این صورت خیلی قشنگ پاکش میکنم. ایوالا، دقتت خیلی بالا سینا، خوشم میاد که یعنی داری پاک میکنی، یه نگاه به دوربین هم نمیکنی. یه نکته وجود داره. چی؟ سینا یک نکته اصلی اینه که اولا رنگ این پلنگ پایینی تغییر کرده. خب یه دونه کافیه که ما بیایم اینجا دوباره هیوان سچوریشن ایجاد کنیم. نه نیازی نیست، همینجا هیوان سچوریشن هست. خب دکمه آلت رو نگه میدارم، میکشم میارمش این پایین، یه کپی ازش میگیره، دوباره رو کل عکس داره اعمال میشه. از کجا فهمیدی سینا عکس رو نگاه کردی؟ نیازی نیست عکس رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کن، مثل اینه؟ نه. پس یه دون راست کلیک میکنم، کریت کلیپینگ ماسک میزنم، این فلشه بیاد، این خطه بیافته این زیر. پس حالا روی این لایه پایینی داره اعمال میشه. اوکیه. خب حالا این یه خورده رفلکسش پررنگتر از بقیه نیست؟ دقیقا خیلی پررنگتره. خب چیکارش باید بکنیم؟ باید بیم یه دونه کلیک کنیم روش و یه مقداری اپاسیتیش رو کم کنیم. خب سینا یک نکته دیگه هم وجود داره. چی؟ ببین اینجا اکثر اینا یه خورده سیاه سایه‌شون، اما این سایه ما خیلی واضحه، اینو چیکار کنیم؟ ببین راه‌های مختلفی وجود داره این کار رو انجام بدیم، اما ما در حال حاضر با همه راه‌ها آشنا نشدیم، پس باید یه سری راه‌های معدود رو تست کنیم و به نتیجه برسیم تا بعد که بتونیم با راه‌های دیگه هم آشنا بشیم. خب اون راه‌ها چیه؟ ببین یه خورده ما باید اینو سیاه کنیم دیگه. یکی از راه‌هایی که سیاهش کنیم چیه؟ اینه که نورش رو کم کنیم. خب من میام اینجا کلیک میکنم روی این لایه بالایی و از قسمت ادجستمنت ها یه دونه ادجستمنت لولز ایجاد میکنم. خب این لولز رو، قسمت میتون ها رو یه خورده رو به سیاهی ببرم سینا. نه دیگه، یه خورده باید رو به سفیدی ببریم که روشن‌تر بشه و محو بشه. سینا یه مشکلی. چی؟ دور رو کل عکس داره اعمال میشه. این پایین گزینه کریت کلیپینگ ماسک هست روی ادجستمنت ها، کلیک میکنم و به همین صورت اعمال میشه. حالا میتونم ویلولک رو تا جای جابجا کنم که دقیقا شبیه بشه به اون چیزی که توی مابقی عکس ها داریم میبینیم. ویلولک ها رو با هم دیگه جابجا میکنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم به این صورت. اوه چه حرکت خوبی. و حالا میتونیم یه خورده اپاسیتیش رو کمتر هم کنیم و حالا یک نتیجه نسبتاً طبیعی تر گرفتیم. اینم از این قسمت. این قسمت در مورد مفهوم پرسپکتیو صحبت کردیم که خیلی میتونه توی کارهامو به ما کمک کنه، مخصوصا توی مونتاژ ها. یه سری ابزارها هستن که به صورت تیکه تیکه دارم میگم، هم خسته نشین هم باهاش آشنا بشین. این مفاهیم خیلی مفاهیمی هست، مهمی هستن که بعدها متوجه میشین که چقدر میتونن مهم باشن، ازشون نگذرین. و امیدوارم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، یه کامنت بذارین بنویسین چیتاتو 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 چینی نیست، یعنی چیتاتو.